سلام بر شما. سرخط خبرها. ادامه واکنش ها به وضعیت سیلاب زدگان پسین در کشور. ریچارد بنت از نهادهای مدد رسان خواستار فرستادن کمک فوری به آسیب دیدگان سیلاب ها شده است. متاسفانه سیلاب های اخیر در افغانستان باعث خسارات اندوخت مالی گردیده و همچنان تعداد زیاد از مردم افغانستان به اثر سیلاب ها جان خود از دست دادن. افغانستان نیازمند کمک های جهان. روزنامه دهل گفته است که افغانستان پس از خروج آمریکا هنوز هم نیازمند کمک های جهانی است. نړیواله ټولنه باید د افغانستان خلکو سره باید دی کمک وکړي. دیدار عبدالسلام حنفی با مسئولان یک نهاد امداد رسان ترکیه. در این دیدار در مورد گسترش فعالیت های بشر دوستانه این مؤسسه برای افغانستان گفتگو شده است. تلاش حکومت افغانستان صورت های لازم و فضایی که لازم است به کمک رسانی برای مؤسسات فراهم بکنند. و استعفای بنی گانتس در صورت نبود طرح روشن برای جنگ در نوار غزه. بنی گانتس گفته که اگر نخست وزیر اسرائیل طرح روشن برای نوار غزه بعد از پایان جنگ ارائه نکند استعفا خواهد کرد. مشروع خبرهای ساعت 5:30 از 1 با منصب غصه‌پهر. در ادامه واکنش ها به سیلاب زدگان پسین در کشور، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از نهادهای مدد رسان خواستار فرستادن کمک فوری شده و گفته که آسیب دیدگان از سیلاب ها در افغانستان به پشتیبانی دوامدار نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از سیلاب های پسین در ولایت غور گفته است که این سیلاب ها بیش از 2000 خانواده را بیجا ساخته است. همکارم نورسه فت گزارش می‌دهد. واکنش های جهان در پی سرازیر شدن سیلاب های پسین در کشور. در ادامه واکنش ها به سیلاب زدگان پسین در کشور، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از نهادهای مدد رسان خواستار فرستاده کمک فوری شده و گفته که آسیب دیدگان از سیلاب ها در افغانستان به پشتیبانی دوامدار نیاز دارند. آقای بنت در صفحه کاربری اکسش از تغییرهای اقلیمی در افغانستان ابراز تحسر کرده و از نهادهای بین المللی خواسته است تا بودجه بیشتری را برای پشتیبانی از برنامه های بشر دوستانه فراهم کنند. تصاویر دلخراش از تلفات انسانی و ویرانی سیل در افغانستان دیده می شود که فراتر از جستجو و نجات، برای بازگرداندن زندگی و معیشت برای آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به پشتیبانی مداوم نیاز است. من از نهادهای مدد رسان می خواهم که بودجه های بیشتر را برای حمایت های بشری فراهم کنند. در همین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل با ابراز نگرانی از سیلاب های پسین در ولایت غور گفته است که این سیلاب ها 2500 خانواده را بیجا ساخته است. اما برخی از تحلیلگران اقتصادی میگویند که سیلاب های پسین در کشور سبب به بیان آمدن خساره های هنگفت شده و آسیب دیدگان سیلاب ها نیازی جدی به کمک های بشری دارند. متاسفانه سیلاب های اخیر در افغانستان باعث خسارات هنگفت مالی گردیده و همچنان تعداد زیاد از مردم افغانستان به اثر سیلاب ها جان خود از دست دادن و این نیازمند کمک های دوامدار است و خصوصا سازمان ملل متحد مکلفیت دارد تا با آسیب دیدگان بسته و کمک های اضطراری و کمک های بشر دوستانه را برسانند. در همین حال عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در جریان سفرش به ولایت بغلان با نهادهای بین المللی دیدار کرده و میزان تلفات و خساره های جانی و مالی از اثر سیلاب ها را بلند دانسته است. روزنامه دهل در مقاله نوشته است که افغانستان پس از خروج آمریکا هنوز هم نیازمند کمک های جهانی است و نباید فراموش شود. در این مقاله همچنان در پشتیبانی به آمریکا گفته شده که آن کشور روند کمک های توسعه‌ای نسبت به کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان بیشتر فراهم بسازد. روینا پویا جزئیات می‌دهد. افغانستان پس از آمریکا و نیازمندی های این کشور به جهان.
روزنامه دهیل در مقاله نوشته است که افغانستان پس از خروج امریکا هنوز هم نیازمند کمک‌های جهانی است. در این مقاله آمده که افغانستان در 3 سال گذشته فراموش شده و جهان باید به آن توجه داشته باشد. دهیل این نوشته را با توجه به موج بزرگ پناهجویان برگشت داده شده و آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی به نشر رسانده است. برخلاف کشورهای دیگر که آسیب دیدگان از رویدادهای طبیعی هم در داخل و هم در سطح بین المللی مهاجرت می کنند، اما شهروندان افغانستان به دلیل چالش‌های اقتصادی و دیگر مشکلات تنها می توانند در داخل این کشور مهاجرت کنند. در این مقاله همچنان در پیشنهاد به امریکا گفته شده است که آن کشور روند کمک های توسعی را نسبت به کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان بیشتر سازد. نړیوال ټولنه باید د افغانستان خلکو سره باید دی کومک وکړي، ځکه چې بیل کومکونه افغانستان ځورېدلی او حکومت دی، نو دا اشد ضرورت لري چې باید د اروپا ټولنه او نور نړیوال باید زمونږ د افغانستان سره مرستې وکړي تر څو د مرستو په خاطر باندې زمونږ د افغانستان د خلکو زندگی ښه شي. این در حالی است که امارت اسلامی همواره تلاش میکند تا به وضعیت آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی و بحرانهای بشری در افغانستان رسیدگی شود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرا با مسئولان مؤسسه امدادرسان ترکیه دیدار نموده است. ارگ در خبرنامه نوشته که مسئولان مؤسسه امدادرسان ترکیه در این دیدار گفتند که مصمم به گسترش فعالیت‌های بشردوستانه این نهاد در افغانستان هستند. این در حالی است که معاون اداری ریاست وزرا در این دیدار تصریح کرده که حکومت کنونی برای فعالیت‌های مؤسسه امدادرسان ترکیه سهولت‌های لازم را فراهم خواهد کرد. گزارشی از سونیتا عزیزی. دیدار معاون اداری ریاست الوزراء با مسئولان مؤسسه امدادرسان ترکیه. عبدالسلام انفی معاون اداری ریاست الوزراء با مسئولان مؤسسه امدادرسان ترکیه دیدار نموده است. ارگ در خبرنامه نوشته که مسئولان نهاد امدادرسان ترکیه در این دیدار گفتند که مصمم به گسترش فعالیت‌های بشردوستانه این مؤسسه در افغانستان هستند. در این دیدار مسئولان و مؤسسه امدادرسان ترکیه گفتند که آنان مصمم به گسترش فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان هستند و در این راستا کمک‌های خیش را برای مردم افغانستان در بخش‌های گوناگون ادامه خواهد داد. ما از دولت خود و از مردم خود و از ادارات مربوطه خود خواهانیم تا کمک های بشردوستانه را به مردمی که ضرورت دارن باید ارسال شود. و دیگر در دیگری ای است که به خاطر این کمک ها باید یک کمیته درست تنظیم گردد از طرف مقامات زی سلا تا بتوانند کمک ها را به اولویت هایی که بسته‌بندی شده با آنها معاون اداری ریاست الوزراء در این دیدار تصریح کرده که امارت اسلامی برای فعالیت‌های مؤسسه امدادرسان ترکیه سهولت‌های لازم را فراهم خواهد کرد. تلاش حکومت افغانستان سهولت‌های لازم و فضایی که لازم است برای کمک رسانی برای این مؤسسات فراهم بکنه و این مؤسسات را از اطمینان خاطر مطمئن بسازد تا این مؤسسات بتونه به راحتی و با یک برنامه منظم به افغانستان خدمات بشردوستانه ارائه کنند و یا کمک رسانی خود را بیشتر بسازند. این در حال است که حکومت سرپرست از فعالیت‌های بشردوستانه نهاد امدادرسان ترکیه در افغانستان استقبال کرده است. شفاخانه امرجنسی در کابل اعلام کرده که 5 تن از زخمیان حمله مسلحانه روز گذشته در ولایت بامیان به این شفاخانه منتقل شدند. در آگهی‌نامه این شفاخانه آمده است که زخمیان این رویداد شهروندان اسپانیا، لیتوانیا، ناروی، استرالیا و افغانستان هستند. بر بنیاد آگهی‌نامه 2 شهروند افغانستان وضعیتشان وخیم گفته شده است. در پی سرازیر شدن سیلاب ها در روزهای پسین در ولایت های غور و فاریاب، مسئولان محلی میگویند که بیش از 100 تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند و آمار قربانیان همچنان رو به افزایش است. در همین حال شهروندان این ولایت ها از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی کرده و گفتند در صورتی که کمک های بشردوستانه به موقع نرسد فاجعه بزرگ انسانی رو خواهد داد. ادامه سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان.
در پی سرازیر شدن سیلاب ها در روزهای پسین در ولایت های غور و فاریاب مسئولان محلی میگویند که بیش از 100 تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند و آمار قربانیان همچنان رو به افزایش است. در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی ها شهید داشتیم. در ادامه این سیلاب های شدید بیش از 1000 جریب زمین زراعتی، 1500 خانه مسکونی نیز تخریب گشته است. در ادامه این خسارات بیش از 300 رسم معاشی نیز تلف گشته است. از سر جاری شدن سیلاب ها در ولایت فاریاب توان به ولسوالی ها خسارات بسیار عمیق مالی و جانی وارد شده. تقریبا ما در داخل شهر میمنه توان با 9 ولسوالی 61 نفر شهید داریم، 45 نفر زخمی، 40 نفر فعلا لادرک است. 1870 فامیل به طور کلی و قسمی تخریب شده، 700 جریب زمین زراعتی از بین رفته، 790 رسم معاشی طلب شده، 30000 اسلحه تاک انگوری و درختان مسمر غیر مسمر از بین رفته. در همین حال شهروندان این ولایت ها از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی کرده و میگویند در صورتی که کمک های بشر دوستانه و موقع نرسد فاجعه بزرگ انسانی رو خواهد داد. سیلاب من حیث یک آفت طبیعی یک سری تبعات منفی را در پی می داشته باشه، مانند تلفات جانی، بیجا شدن، آسیب به اموال و غیره. بنان به خاطر مهار ای همه ناهنجاری هایی که سیلاب در پی داره، نیاز به پول و نقدینگی بیشتر است. پس دولت حاکم اجالتا باید از منابع داخلی خود هم به شکل درست استفاده کنه و کمک های خارجی را هم به موقع عرضه کنند، توزیع کنند و به شکل درستش با تشکیل یک کمیسیون ناظر و ارزیاب مدیریت شود تا حق به حقدار برسه. سیلاب های ویرانگر در افغانستان شهروندان کشور را با چالش های گوناگون روبرو ساخته و واکنش های بسیار جهانی را نیز در پی داشته است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با نشر خبرنامه از بازگشت بیش از 500 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان خبر داده است. بر بنیاد گفته های آمریت سرحدی ولایت قندهار، پناهجویان برگشت داده شده پس از ثبت در این آمریت از بحر کمک های بشر بیشتر به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان معرفی شدند. از سوی هم گفته شده که در دو روز پسین بیش از 900 پناهجوی دیگر نیز از پاکستان بازگشت داده شدند. حلیمه صدیقی نگاهی انداخته. ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. در آخرین آمار بازگشت کنندگان از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از بازگشت 540 پناهجوی افغان از پاکستان خبر داده است. پناهجویانی که گفته شده است از مرز سپین بولدک وارد افغانستان شدند. 98 خانواده که شامل 540 تن می شود به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از خط مرزی سپین بولدک وارد کشور شدند. این بازگشت کنندگان پس از ثبت در آمریت سرحدی قندهار به کمیشنری سازمان ملل و سازمان بین المللی غذا معرفی شدند. بر بنیاد گزارش ها برای هر خانواده کمک نقدی انجام شده و آنها به نهادهای دیگر مدد رسان نیز معرفی شدند. اخراج اخیر مهاجرین افغان از پاکستان مشکلات زیادی را بر آنها ایجاد کرده است. این مهاجرین به کشور باز می‌گردند که بحران اقتصادی و امنیتی همچنان سیلاب‌های اخیر مواجه هستند. سیلاب‌ها بسیار از خانه‌ها و زیرساخت‌های را خراب کرده که زندگی برای بازگشت کنندگان بسیار دشوار است. بازگشت پناهجویان از کشورهای همسایه با توجه به آمار بلند آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌های پسین در کشور تا چه پیمانه می‌تواند برای دولت در امور مساعدت چالش برانگیز باشد؟ 26% اقتصاد ما خرد شده. فکر می‌کنم که اخراج بی‌موقع و بدون مسئولیتی که پاکستانی‌ها انجام می‌دهند و ایرانی‌ها انجام می‌دهند، فکر می‌کنم که نه تنها انسانی نیست بلکه بسیار ظالمانه است. این در حالی است که در چند روز اخیر آمار برگشت کنندگان از کشورهای همسایه و بیجا شدگان در کشور افزایش یافته است. پس از یک نفس کوتاه دوباره برمیگردیم. به ادامه خبرها از یک خوش آمدید. وزارت عدلیه امارت اسلامی گفته که قانون جمع‌آوری گداها از سوی هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی توشح و در جریده رسمی نشر شده است. این قانون در 3 فصل و 27 ماده تنظیم شده و بر اساس آن اشخاصی که صحتمند یا کاسب بوده و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شدند.
ناداری و نبود کار از علتهای اصلی گدایی در کشورهای پسمانده گفته شده و امارت اسلامی برای مبارزه با این پدیده قانون گردآوری گداها را توشیح کرده و در جریده رسمی به نشر رسانده است. این قانون در 3 فصل و 27 ماده تنظیم شده که بر اساس آن افرادی که صحتمند یا کاسب بوده و خوراک یک روزه را داشته باشند از عمل تکدیگری منع شدند. قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی که با یک مقدمه 3 فصل و 27 ماده ترتیب شده توسط علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی توشیح و از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی نشر گردید. بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شده اند. بر اساس این قانون، کمیسیون جلوگیری از گدایی با عضویت نمایندگان 15 نهاد تحت ریاست معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ایجاد شده و در این قانون آمده که استفاده از کودکان، معلولان و معیوبان به عمل تکدی منع بوده و برای مرتکبان آن حبس در نظر گرفته شده است. کمیسیون جلوگیری از گدایی بر ریاست معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و عضویت معینیت ها و ریاست های 15 اداره دیگر ایجاد گردیده است. این کمیسیون مکلف به جمع‌آوری گداها، تثبیت گداهای بی‌بضاعت، ارزیابی عوامل گدایی، جلب مساعدت های مؤسسات داخلی و خارجی، ادارات خیریه و اشخاص، نظارت از محلات سکونت گداهای بی‌بضاعت و برخی تدابیر دیگر است. از سوی هم آگاهان اقتصادی از جمع‌آوری گداها توسط امارت اسلامی را ستایش کرده و تاکید می‌کنند که حکومت باید برنامه‌های اشتغال‌زایی را روی دست گیرد. جمع‌آوری تکدیگران یکی از مسئولیت امارت اسلامی است، چون رفع نگرانی ها و ایجاد شغل و بالاخره سر نگه داشتن شکمای مردم از مسئولیت های حکومت های اسلامی به شمار میره. این در حالی است که امارت اسلامی از آغاز به قدرت رسیدن کمیته هایی را برای گردآوری گداها ایجاد کرده است. مسئولان ریاست حوزه دریای هریرود از افزایش ذخیره آب بند سلما در پیبارندگی ها در ولایت غور خبر می دهند. سردار ولی مزمل رئیس این نهاد گفته که برای جلوگیری از تخریب بند سلما 400 متر مکعب آب رها شده و بیشتر از 480 میلیون مکعب آب در حال حاضر ذخیره است. آقای مزمل علاوه کرده که حریم آب دریای هریرود 500 متر مربع است و برای شهر در این مسیر از قبل نیز اطلاع رسانی صورت گرفته است. گفتنی است که بارندگی های اخیر در هرات ضمن برطرف ساختن خشک سالی ها سبب افزایش سطح آب از 3 تا 5 متر شده است. او 1 میلیون د اوس موږ ذخیره ژوندۍ اوبه لرو په بند کې، نو مړې اوبه هم شته او د اوس ورودي هم ښه ورودي لرو، چې دا اوس تقریبا د پرون څخه ورودي بیخي ولاړه سوې ده، چې تر 500 متره مکعب هم په ثانیه کې رسي، چې بیا د هغه څخه موږ د شپې د دروازه د پارچاوي د اضافه کړه، چې تقریبا 4.5 متره مکعب موږ په ثانیه کې تر دروازې د پارچاوي موږ اوبه وایستلې، په دې خاطر باندې چې بند ته مشکل پیش نشي. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با معاون نخست وزیر روسیه دیدار کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که دو طرف در مورد افزایش توازن تجارت دو جانبه، صدور تعرفه های ترجیحی برای کالاهای افغانستان، سرمایه گذاری روسیه در پروژه های معدن و بندهای آبی افغانستان و موارد دیگر بحث نموده و در این زمینه توافق های نیز انجام شده است. مرجان فیضی جزئیات می‌دهد. دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت با معاون نخست وزیر روسیه. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با معاون نخست وزیر روسیه دیدار کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که دو طرف در مورد افزایش و توازن تجارت دو جانبه، صدور تعرفه های ترجیحی برای کالاهای افغانستان، سرمایه گذاری روسیه در پروژه های معادن و بندهای آبی افغانستان و موارد دیگر بحث نموده و در این زمینه توافق های نیز انجام شده است.
در این دیدار دو طرف روی افزایش و بیلانس تجارت دو جانبه، صدور تعرفه های ترجیحی برای کالاهای افغانستان، سرمایه گذاری روسیه در پروژه های معادن و بندهای آبی افغانستان، سهم افغانستان در دهلیز ترانسپورتی بین المللی شمال جنوب و کاهش هزینه انتقالات اموال از طریق خط آهن روسیه گفتگو نمودند. اما شماری از آگاهان به این باورند. لکه څنګه چې زمونږ جناب محترم وزیر صاحب د صنعت او تجارت عزیزی صاحب د روسیا د صدر اعظم یا وزیر اعظم سره دوی ملاقات کړی او هغوی علاقه مندي ښودلی چې په افغانستان کې به د معدنو په برخه کې د بندونو د اوبو بندونو جوړولو په برخه کې او خصوصا د اتصال سیستم چې د ترانسپورت برخه کې چې د شمالي او جنوبي آسیا وتړل شي او د تجارتي د تقریبا د برابر اورو په برخه کې چې تجارت زموږ غوښتو کې دوی علاقه مندي خودلی کړی. گفتنی است که در این دیدار در مورد ترتیب و تنظیم سفر هیئت به بندرهای استراخان و مخاچکالا و برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی و نمایشگاه تولیدات و فرآورده های افغانستان نیز توافق انجام شده است. کارزار جلوگیری از کشت کوکنار به منظور تخریب و مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت زابل آغاز شده است. همزمان با تخریب مزارع کشت شده، کشاورزان خواهان کشت جایگزین کوکنار در این ولایت می باشند. گزارش از سهیلا سلطانی. کارزار جلوگیری از کشت کوکنار در زابل. کارزار جلوگیری از کشت کوکنار به منظور تخریب و مبارزه بر ضد مواد مخدر در ولایت زابل آغاز شده است. همزمان با تخریب کشتزارهای مواد مخدر، کشاورزان خواهان کشت جایگزینی آن در این ولایت بوده و از امارت اسلامی میخواهند تا در تامین بذرهای سالم، گیاه و سایر فراورده ها به آنان کمک نماید. زابل ولایت پر ټول مربوطات کې یعنی په مرکز او ولسوالۍ کې د مخدراتو پر وړاندې مبارزې مدیریت لوري مبارزه یا کمپاین جریان لري چې په نتیجه کې څه کم تقریبا 250 چیرې به ځمکه کوکنار له منځه وړي دي او همدارنګه زموږ په دې برخه کې لا هم مبارزه جریان لري. سوی هم مسئولان ولایت زابل میگویند که در یک ماه گذشته بیش از 200 جریب زمین و کارخانه های تولید مواد مخدر کشف شده است. موږ دا غوښتنه لرو که یو بل شی وي، داسې شی چې قیمتي شی وي، موږ ترې راکړي او موږ یې دلته وکړو، موږ دې څه شی جوړ کړي. مسکینان خلک یو د علاقه کې، موږ ډېر نسمن یو، ډېر خراب یو، که نه په دغه خو موږ راضي نه یو په دې تریاکو. په تریاکو کښ موږ کرلی وو، اوس یې واړوئ. موږ هر څومره په خوشحاله یو چې واړوو. دغه بعد به بیا موږ غوښتنه دا ده چې موږ به اسلامي عمارته څه د جوارو تخم دادو بیا تخم مشتراکی او موږ یو کړو. آینده کې خو موږ بل جوار دی، غنم دی او بادام لرو. څه نور دی تخمونه موږ ته پیدا سي چې هغه موږ د کور گزاره پر وسی پر دی غنم او پر جوار خو ولک داسې اقتصاد نه سنیم. گفتنیست که امارت اسلامی افزون بر جلوگیری از کشت مواد مخدر تلاش میکنند تا از خرید، فروش و قاچاقان نیز جلوگیری شود. و حال هم خبرهای خارجی. جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن در تازه ترین تلاش های دیپلماتیک برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به این کشور سفر کرده است. این در حالی است که در اسرائیل بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل تهدید کرده است که اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور طرح روشن برای نوار غزه بعد از پایان جنگ ارائه نکند استعفا خواهد کرد. بنی گانتس یکی از عضوهای کابینه جنگ سه نفره اسرائیل میگوید که اگر بنیامین نتانیاهو طرح تازه‌ای درباره جنگ در غزه ارائه نکند از ائتلاف با او خارج می شود. بر بنیاد گزارش روی طرز این عضو میان رو کابینه جنگ نتانیاهو گفته است که در صورت تصویب نکردن طرح جدید برای جنگ در غزه در طی 3 هفته آینده از حکومت نتانیاهو استعفا خواهد داد. این خبرگزاری نوشته است که این هشدار نشان دهنده شگاف در رهبری دولت اسرائیل است که در جنگ بیش از 7 ماه در غزه هنوز به اهداف اعلام شده اش نرسیده است.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن در تازه ترین تلاش های سیاسی برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به شهر زهران سفر کرده است. به گزارش رسانه های دولتی سعودی، گفتگوی جک سالیوان و محمد بن سلمان بر راه های افزایش کمک رسانی به غزه و چگونگی دستیابی به یک دولت فلسطینی متمرکز خواهد بود. آقای سالیوان قرار است پس از گفتگو با ولیعهد عربستان رهسپار اسرائیل شود تا با آقای نتانیاهو نیز دیدار کند. گفته شده که آقای سالیوان در این سفر بر موضع دولت جو بایدن در مخالفت با تهاجم گسترده نظامی بر رفع در فقدان طرحی برای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی تأکید خواهد کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان با بازنگری قانون تنظیم آداب و سنن پوشیدن برقه را منع کرد. به گزارش رسانه های تاجیکستان، پوشیدن روسری هایی که زنان را پنهان می کند خلاف فرهنگ تاجیکی هستند. با این حال زنان تاجیک هنوز می توانند روسری هایی بر سر کنند که صورت، موها و گردن آنها را به کلی نپوشاند. رئیس آژانس کمک رسانی سازمان ملل متحد در واکنش به انتقاد تند اسرائیل از نحوه انعکاس ارقام کشته‌ها و زخمیان در جنگ غزه دفاع کرده است. مارتین گریفیتس گفته که سازمان ملل در رویکرد خود با این آمارها خیلی محتاط بوده است. اسرائیل پیشتر گفته بود که کاهش شمار زنان و کودکان فلسطینی کشته شده در تخمین‌های سازمان ملل به این معنی است که این سازمان به اطلاعات دروغ حماس تکیه کرده است. دیوان سلطنتی پادشاهی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه سعودی در درمانگاه سلطنتی کاخ السلام در جده زیر درمان پزشکی قرار می گیرد. به گزارش العربیه ملک سلمان از تب و درد مفاصل رنج می برد و تیم صحی درمانی تصمیم گرفته است برای تشخیص وضعیت سلامتی و آزمایش هایی را انجام دهد. ملک سلمان 89 ساله از سال 2015 پادشاه عربستان سعودی است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد اطلاعاتی دریافت کرده است مبنی بر اینکه یک نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی شهر موخا واقع در جنوب غرب یمن مورد حمله موشکی قرار گرفته است. حمله های حوثی ها در دریای سرخ کشتیرانی جهانی را مختل کرده و شرکت ها را ناگزیر به تغییر مسیر به سفرهای طولانی تر و گرانتر در اطراف آفریقای جنوبی کرده است. رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزار. به امید دیدار. خدا نگهدار. شب روز بخیر. Thank you.